خدمت بینندگان از و هجمن برنامه سود ارز بکنم که در این قسمت میخوایم بپردازیم یه مقداری به هول و حواشی فدراسیون فوتبال و این گزارشی که کمیسیون اصل 90 مجلس الان آماده کرده، قراره در صحن علنی هم قرائت بکنن. یه 7-8 ماه روش کار میکردن، خیلی گزارشه، میگن خودشون میگن پروپیمونه، بیش از 1000 میلیارد تومان حالا سوء استفاده های مالی که در قسمت های مختلف فوتبال اتفاق افتاده. در جواب اون آقای کفاشان اعلام کرده که اصلا فساد در فوتبال نیست. میخوایم بحث رو بررسی بکنیم با یکی از خبرنگاران خوب زبده ورزشی، دوست خوبم پیام یونسی پور در وین اتریش. پیام سالیان سال در روزنامه های ورزشی و در رادیو ورزش رادیو جوان مشغول بود، با تیم ملی اومد به اتریش و الان در اتریش حضور داره. میخوام از این هفته بیشتر در خدمت پیام عزیز باشم. پیام جان خدمتتون سلام عرض میکنم و امیدوارم که ساعات لحظات خوبی هم در اتریش داشته باشی. میدونم که در مورد همین پرونده هم خیلی بحث و بررسی ها کردی و نکته های زیادی داری. در مورد همین کار کمیسیون اصل 90 صحبت بکن که الان چند ماهه دارن به هم پاس میدن. قبل از هر چیز سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. قبل از هر چیزی یه نگاهی داشته باشیم به نظر من به شرح وظایف کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ایران، که این کمیسیون اصلا برای چه چیزی تشکیل شده و وظیفش چیه. کمیسیون اصل 90 دقیقا وظیفش بررسی وضعیت عملکرد و سلامت قوای سگانه مجلس، قوه قضاییه و همینطور دولت هستش. وقتی که کمیسیون اصل 90 ورود پیدا میکنه به داستان فدراسیون فوتبال که به حال یه نهاد غیر دولتی هست و تقریبا یه نهاد NGO به حساب میاد که به حال پروانه فعالیت خودش رو از فدراسیون جهانی فوتبال و همینطور کمیته بین‌المللی المپیک میگیره، باید یه مقداری دچار شک و شبهه میشیم. به نظر من ما الان یه بومی داریم در فوتبال ایران که یه سری از سمت راستش دارن میگفتن و یه سری سمت چپش. علی کفاشیان با گفتن این جمله که ما اصلا تو فوتبال کشورمون فساد نداریم داره از سمت یه طرف بوم میفته و همینطور کمیسیون اصل 90 که همه فسادها رو در فدراسیون فوتبال خلاصه دیده از سوی دیگه. چند ابهام وجود داره. یکی در سفرهای تعداد سفرهایی که از رئیس فدراسیون و دبیر کل اسبق فدراسیون اعلام شده واسه خود من یه مقداری قابل باور نیست. به اول من با فدراسیون فوتبال همکاری زیادی داشتم، 188 سفر در 2 سال، یعنی میانگین هر 4 روز یک سفر و این به هر حال خیلی چیز غیر طبیعی. البته خب فدراسیون فوتبال علی کفاشیان سفرهای پرتعدادی داشتن، مثلا به یه چیزی کاروان 30 نفره یا با خودشون به مالزی برده بودن که به نظر من یا حتی همون زمان بعد از برگشتشون کاروان پرتعدادی بود. اما اینکه 188 سفر و بعدش خود اعضای کمیسیون اصل 90 اینو مثلا در موردش دچار تردید میشن، احساس میکنم که یه مقداری متنی که نوشته شده در این کمیسیون و قراره که حالا به زودی هم در صحنه علنی قرائت بشه ایرادهایی داره که قبل از قرائت شدن به نظر من باید این ایرادها رفع بشه. 320 سفر از سوی دبیر کل اسبق محمد مهدی نبی که فکر میکنم یعنی هر 2 روز یه بار یه سفر، به نظرم اینها عجیب و غریب هست. کمیسیون اصل 90 ورود پیدا کرده به داستان فوتبال و فساد در فوتبال. به نظرم خیلی بهتر بود که این کمیسیون می اومد واقعا بر اساس خط و مشی که داره، یعنی نظارت بر عملکرد قوای سگانه کشور، این فساد رو در باشگاه های ایران میدید که خدا رو شکر همه باشگاه هامون هم باشگاه های دولتی و نظامی هستن. اینو به راحتی میتونستش توی چگونگی درآمد و چگونگی خرج کردن یا بهتر میشه گفت حتی یه جاهای زیادی برج کردن باشگاه های ما ببینه. این پول ها از قسمت های فرهنگی، صنعتی، اقتصادی، ورزشی کشور ما به هر حال برداشته میشه. یه بخش عمده ای از درآمد صنعت ما، نفت ما امروز وارد فوتبال میشه و مجلس خیلی راحت میتونست ورود پیدا بکنه به این بخش. وزارت خونه ها رو، همون وزارت ورزش و جوانان رو و بخش های دیگر رو بررسی بکنه و ببینه این پول ها چجوری وارد شده و این پول ها چجوری خرج میشه. در حقیقت وقتی قیمت یه بازیکنی توی فوتبال ایران
قراردادش بسته میشه 1 میلیارد و 200 میلیون تومان و از این قرارداد 1 میلیارد و 200 میلیون تومانی نصف این مبلغ به مدیر برنامه ها یا مدیر باشگاه تقسیم میشه و نصف دیگرش. پیام، میخواستم یه سوال ازت بکنم. فکر نمیکنی که خب امسال سال انتخابات مجلس این کمیسیون اصلا 90 هم دنبال خب اون آقای پورمختار و آدمای دیگه ای که اونجا دارن کار میکنن بالاخره دنبال رأی هم دیگه، بهتر از زمین فوتبال استادیوم سبد جای دیگر پیدا نکردن، میخوام به یه نوعی هم کلام بشن با این مبارزه با پولشوی فساد. یعنی اگه حالا اگه بریم یقه فوتبال بگیریم شاید در اسفند امسال بتونیم رأی جمع بکنیم. نظر چیه؟ ببینید من کلا حالا شاید دلیلم این بوده که همیشه حوزه‌ای که فعالیت کردم حوزه کاملا فرهنگی و ورزشی بوده، اجتماعی بوده. من همه چیز و همه حتی اتفاقاتی که توی کشورم میفتاد از لحاظ مثلا چجوری خدمتتون بگم سیاسی رو هم نگاه ورزشی داشتم، به خاطر همین نمیتونم خیلی به این ماجرا اینجوری نگاه بکنم، هرچند که نمیتونم ردش هم بکنم، خب احتمالش خیلی زیاد هست. ولی من احساس میکنم که زور مجلس یا زور این کمیسیون اصل 90 به قسمت و بخشای بزرگتر سیاسی و اقتصادی کشور نمیچربه. بهترین جایی که میتونم پیدا بکنم همین فدراسیون فوتبال هست. من یه سوال خیلی ساده میپرسم، اول چه کسی در کشور ایران هست از منتقدین اصحاب رسانه جامعه فوتبال که موافق حضور آدم‌های غیر متخصص ورزشی و فوتبالی باشه در بدنه فدراسیون یا باشگاه؟ خب اگر واقعا مجلس به این قائل هست، چرا امروز آقای مقدار نجف نژاد سالهای ساله که عضو هیئت مدیره باشگاه استقلاله؟ به نظر من مجلس باید این اصلاحات رو از خودش شروع بکنه. دقیقا. چند نفر از نمایندگان محترم مجلس ایران امروز عضو هستن در هیئت رئیسه باشگاه، هیئت رئیسه فدراسیون ها و و و و و خود همین آقای هاشمی که الان رئیس فدراسیون تیراندازی نماینده مجلس. خب به نظر من به فرمایش خود شما بعد کمیسیون اسناد بره اول از جای شروع بکنه که خود اعضای مجلس نتونن بیان اونجا در ورزش به نوعی موج سواری کنن و برن به دنبال مسائل خاص خودشون. من یادم موقعی که پیام یونسپور تو رادیو جوان بود حتما بازی پاس همدان راهنه که اون بلوا در همدان درست شد و پیام اصلا یه برنامه درست کرد، اگه اون بعد از اون برنامه 90 اومد خلاصه کنکاش کرد که چه اتفاقی افتاده. یعنی میخوام به شما بگم امثال پیام یونسپور با عشق به کار، با چی بهشون میگم، با تمام وجودشون میان کار میکنن، بعد از 18 سال الانی که باید از وجودشون استفاده بکنن در ورزش ایران، در مطبوعات و رسانه ها، الان باید بین در خارج از کشور و به نوعی در کار نباشن، مطمئنن آینده از آن پیام و دوستان خوب دیگه ای هست. پیام های صحبت نمونه ما شما خداحافظی میکنم. متشکرم ازتون. فقط یه توضیح کوتاهی من بدم، خیلی کوتاه 30 ثانیه. من امیدوارم قبل از اینکه این بیانیه که کمیسیون اصل 90 آماده کرده در مجلس خونده و قرائت بشه اصلاح بشه، که لااقل با وجود این مشکلات نگن که پس نمیشه فساد در فوتبال رو پاک کرد. این مشکلات رو توی بیانیهشون حذف بکنم بعد قرائتش بکنم. سپاسگزارم، از شما ممنونم. بسیار ممنونم. حتما از پیام یونسپور و دوستان دیگه در برنامه استفاده خواهیم کرد، چون واقعا به روند برنامه کمک میکنن. تجربیات دوستانی مثل پیام یونسپور، استادانی مثل آیه طاهری و فریدون شیبانی واقعا در ادامه برنامه میتونه به ما کمک کنه. بینندگان عزیز و ارجمند سری بزنید به صفحه سود در فیسبوک، سایت ایران فردا و تلفن پیامگیر که زیر نویسان میشه. منتظر نظرات شما دوستان گرامی هستیم. میریم و برمیگردیم، بعد در خدمتتون هستیم.